بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه کرده ای که جهانی به تو یقین دارد، برای دیدن تو شوق اینچنین دارد؟ تو کیستی که به یادت پس از هزاران سال، جهان قیامتی از جنس اربعین دارد؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده، عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیهم السلام. امیدوارم هر کجای دنیا که هست جور صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری به گونه زنده و مستقیم از تلویزیون جهانی هادی روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد ارجمندم جناب استاد موسوی. حضرت استاد سلام بر شما. خیلی خوش سلام علیکم و رحمت الله. عرض تسلیت دارم ایام باشید. همچنین بنده عرض تسلیت دارم محضر جمالی و بینندگان عزیز. امیدواریم که انشاءالله خداوند متعال در دنیا مکرر زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو نصیب همه ما بکنه و در عقبا هم شفاعتشون در خدمت شما انشاءالله. سلامت باشین استاد، خیلی خوش آمدین. خوشحالم که بعد از چند خلاصه افتخار رو داریم بازم در خدمت شما باشیم. استاد، موضوعی بحثی که در خدمت شما هستیم حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام هست. در این رابطه خب چندین جلسه بحث شده، از جمله حقوق پدر مادر بحث شده. خب بحثی که امشب میخوایم در خدمت شما باشیم، مشخصا حقوق زن بر همسر طبق رساله حقوق آقای امام سجاد علیه السلام هست. ولی خب با توجه به این که هر روز خلاصه کاروان عشق از راه میرسه و ایام اربعین هست و اینها، اگر کوتاه و مختصر در این باره صحبت را دارم بفرمایید و بعد برمیگردیم سر اصل بحث. بله، خیلی نکته مفیدی رو فرمودین. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اعداء الله اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. در این مورد چه بگیم دیگه؟ ما که جامانده سفر اربعینیم، جز این که انشاءالله قسمت همه عرض بکنیم به همه عزیزانی که اون طرف صدای ما رو دارن یا انشاءالله مشرف میشن در همین روزها، برای همه مؤمنین دعا بکند. من یک حدیثی رو خیلی وقت قبل از حضرت صاحب الامر و الزمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف شنیدم از یکی از اساتیدمون که میفرمود که امام زمان علیه السلام فرمودند که برای ظهور من بعد از گریه بر جدم حسین علیه السلام دعا کنید. بله، این نشان دهنده اینه، نشان دهنده این نکته است این حدیث که گریه بر سید الشهدا علیه السلام باب الحاجات، باب المراد، مخصوصا هم اگر تحت القبه باشد، یعنی زیر گنبد سید الشهدا علیه السلام. عزیزانی که اربعین مشرف میشن فراموش نکنند که یکی از مهمترین کارهایی که میتوانن انجام بدهند این است که تحت القبه اگر رفتن زیر گنبد شریف حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا هر جایی در این مسیر کاروان عشق به تعبیر حضرت عالی حضور دارند، هر قدمی که برمی‌دارند برای ظهور امام زمان علیه السلام، برای فرج جهان اسلام که با ظهور محقق میشه دعا بکنند. قطعا همینجوریه. بنده یک صحبتای البته قبلا داشتم پارسال در رابطه با فضیلت زیارت و عرض کنم خدمتون که آثار زیارت، آداب زیارت، به صورت مفصل در همین رسانه خدمت از اون صحبت هایی داشتیم. یعنی چند جلسه استاد لازم است که یادآوری پس از دوستا بکنم. بله، تمامی برنامه هایی را که شما به صورت زنده مشاهده میکنین، همه این برنامه ها در صفحات اجتماعی با آدرس هادی تیوی در این خلاصه در اونجا بارگذاری میشه. شما میتونین اونجا سر بزنین و همه این برنامه ها رو به صورت کامل در اونجا ببینین. استاد ادامه. بله، اون برنامه ها رو میشه مثلا نگاه انداخت. بله، هست و من احساس میکنم که اگر مثلا احادیثی که برای فضیلت زیارت سید شهدا هست انسان ببینه، انگیزه بیشتری برای زیارت و برای عشق بازی معنوی با اولیای خدا، مخصوصا با سید شهدا علیه السلام در وجود انسان زنده میشه. چون
اون حدیث رو ما سلسله وار به صورت مفصل بحث کرده بودیم. انشاءالله که عزیزان زیارتشون قبول باشه، دعا برای مؤمنین فراموش نشه، دعا برای امام زمان علیه السلام رو عرض کردیم که در رأس همه امور قرار بدیم، مخصوصا تحت القبه انشاءالله فراموش نکنیم. ما در خدمتیم. بله استاد، بس حقوق زن بر شوهر طبق رساله حقوق آقای امام سجاد علیه السلام. بله، همونطوری که شما فرمودین، خب این ایام با این موضوع تناسبی دارد. بله. چون ایام اسارت اهل بیت عصمت و طهارت و حضور امام سجاد علیه السلام در شام هست، ما از چند جلسه قبل اهمیت زن را هم بیان می‌کنیم. احسن که در حقیقت احسن پرچمدار کربلا بعد از حادثه کربلا حضرت زینب سلام علیها بود. دیگه این بحث مطرح شد، بحث حقوق خانواده چند جلسه بحث کردیم. تو این جلسه حقوق زن بر شوهر رو میخوایم از نگاه امام سجاد علیه السلام از رساله حقوق بیان کنیم. شاید عزیزان به این نکته تا حالا توجه نداشته باشه که امام سجاد علیه السلام جدای از صحیفه سجادیه یک کتابی بسیار با ارزش دیگری، یک حدیث مفصلی که حدوداً 50 حق از حقوق خدا و پیغمبر و پیشوا و رعیت و حقوق خانواده و حقوق اعضای انسان بیان شده، یک نوشته اینچنین هم از امام سجاد علیه السلام به دست ما رسیده است که ما طبق همین رساله حقوق تحت عنوان رساله حقوق، بله بله سیاه. اسمش هم رساله حقوق، اگر در فضای مجازی هم سرچ بکنن میاد. الان این بحثی رو که ما داریم، اول متن رساله حقوق رو با اجازه شما خدمت عزیزان بینندگان عزیز بخونم. در همین قسمتی که مربوط به رعایت حقوق همسر هست، امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که و اما حق رعیتو که به ملک نکاح، حق همسرت بر تو، فان تعلم ان الله تبارک و تعالی جعلها سکنن و مستراحن و انسن و واقیتن و کذالک کل واحد منهما یجب ان یحمد الله علی صاحبه و یعلم ان ذلک نعمت منه علیه و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله. تا آخر که دیگه بعد شروع میکنه امام سجاد علیه السلام حقوق زن بر شوهر رو تبیین کردن، البته برعکس هم توضیح میده. در این مورد قبل از آنی که ما وارد توضیح این حدیث شریف بشویم، دو نکته را اشاره میکنم. نکته اول این است که ما یک سلسله حقوق واجبی و الزامی و قانونی داریم که الا و لابود باید زن و شوهر یا هر فردی نسبت به این حقوق پایبندی قانونی خودش داشته باشه. یعنی یک سلسله حقوق الزام آور در مورد زن و شوهر، مثلا حقی که به صورت قانونی و الزامی و واجب از زن بر گردن شوهر هست، مثل حق نفقه، حق قسم و همخوابگی مثلا، یا عرض کنم خدمتون که مهریه، اینا چیزایی است که قانون الزام میکند و از مرد با عنوان یک الزام قانونی میخواد. امام سجاد علیه السلام این حقوق الزامی رو بهش نپرداخته. درست. چرا؟ به خاطر که با این کلاها دیگه... بر قانونی بودن و چه دینی و بله. هم داره دیگه. قطعا همینجوره، اینا هم از قانون، از قرآن و از احادیث برگرفته شده، همین حقوق قانونی و الزامی. اما امام سجاد علیه السلام افرادی رو که مورد خطاب قرار میدهد، انگار اینا یک مرحله بالاتر از این حقوق الزامی هستن. یعنی خانوادهایی هستن که در اخلاقیات ممکن است گاه و غفلتی پیش بیاد و غفلتی بکنن، لذا امام سجاد علیه السلام میاد این دسته دومی از حقوق را که حقوق اخلاقی است، در حقیقت حقوق در مدار اخلاق، این حقوق رو امام سجاد علیه السلام تبیین میکنه. این نکته اول که بعد اگر ما متن رو شروع کردیم توضیح دادن، عزیزان نگن که بابا خب پس بنابراین حق نفقه چه شد؟ بله. حق قسم و همخوابگی چه شد؟ حق عرض کنم خدمتون مهریه چه شد؟ اینا چیزایی است که مراحل پایین تر است از نگاه امام سجاد علیه السلام. اینا مواردی است که همه اینا رو رعایت میکنه. ما باید با امام سجاد علیه السلام با رساله حقوق اوج بگیریم و در اوج رعایت حقوق همسر برسیم به این معارفی که امام سجاد علیه السلام میفرماید. من اعتراف میکنم که هیچ متنی رو به زیبایی و قشنگی این متن
در کتاب‌های مختلف عربی و فارسی تا حالا ندیدم و نخوندم. خیلی جالبه. نکته دومی که قبل از شرح این کلمات میخوام عرض بکنم این است که امام سجاد علیه السلام به جای آن که حقوق افراد رو یکی یکی شروع کند به شمردن، میاد مناشی حقوق، اون چیزهایی که سبب حق بر گردن دیگری میشود رو ذکر میکنه. علتش هم دو چیزه. بله. یکی این که بسیاری از اختلافات و نزاهایی که پیش میاد به خاطر این است که ما احساس میکنیم طرف مقابل حق اساسا برگردنی ما نداره. بله، هیچ حقی نداره. بله. بعد این یک نکته است که امام میاد میگه میدانی مثلا که پدر چیه یا مادر چیه؟ بله. او اصل تویه و تو فرع اویی، در همین رساله توضیح میده. بله. یا همسر مثلا چیه؟ زن میدونی چه نقش نسبت به تو دارد؟ اون کسیه که آرامشگر توی و زندگی مشترک تو با اون معنی پیدا میکنه. اینا رو توضیح میده. بسیار. این یکی. نکته بعدی هم که استاد اگر طولانیه نکته نه بعدی کوتاهه. دلیل این که امام به مناشی حقوق میپردازن این است که ما مقدار حق طرف مقابل رو بهش توجه پیدا کنیم. بله. که دوچار افراد حقوقی داره به چه مقدارش رو اندازش رو که دوچار افراد و تفرید نشیم. یعنی در مورد پدر و مادر هر چی که میگه تو خدمت بکنی بازم کمه. در مورد همسرم حقوقی دارد، مناشی حقوقش ذکر میکنه که ما مقدار نه. حق رو بهش برسیم و توجه کنیم. انشاءالله یک میان برنامه کوتاه ببینیم. بیننده های عزیز گرامی، پس از این میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن می گوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است به چشم دل مشاهده کنم. مهربانا، هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جستو چه جوییم و جستو که را خوانیم که همه تویی و جستو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا، لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید. مثبت 964 780 255 40 13 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری هست. میتونید نظریات ارزنده و یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما شریک بسازید. و همچنین بازم اعلام میکنم که همه برنامه های ما در صفحات اجتماعی آپارات، یوتیوب، فیسبوک و
و تلگرام بارگذاری میشه و اونجا میتونین سر بزنین و از برنامه ها استفاده بکنید. ادامه برنامه هست با موضوع حقوق زن بر امسر طبق رساله حقوقی آقای امام سجاد علیه السلام، و در خدمت جناب استاد موسوی هستیم. همچنان استاد، حقوق در مدار اخلاق را بحث میکردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره کردیم، امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق اول میاد منشأ و سبب حق رو ذکر میکنه. بله. که این رو ما در فلسفه اخلاق بحث میکنیم. درست. که البته جایش اینجا نیست، چون بیشتر مخاطبین ما عزیزانی هستن که با این مفاهیم و اصطلاحات علمی ذهنشون مانوس نیست. اما امام علیه السلام چون امام است، قرار بحث رو به صورت کامل برای مردم تبیین بکند، لذا به مناشی حقوق و این سبب حق که چرا من باید طرف مقابل احترام بذارم، چه دلیلی دارد که مرد حسن معاشرت با همسرش داشته باشه، اینا رو ذکر میکنه. ببینید امام میفرماید فانت علم ان الله تبارک و تعالی جعلها سکنا و مستراحا و انسا و واقعیتا. این چند تا ویژگی رو برای زن ذکر میکنه. یک، میفرماید که زن مایه آرامش جان برای همسرش هست، برای شوهرش، سبب راحتی روانشه، سبب الفت بیکران و همچنین پرستار مهربان. یعنی اگه کسی بخواد همین جملات رو به فارسی کنار هم بچیند باید نیم ساعت فکر کنه. چقدر زیباست: بدان که همسرت مایه آرامش جان، راحتی روان، سبب الفت بیکران و پرستار مهربان برای توست. بله. چقدر زیباست. در اینجا میفرماید و واقعیتا. این واقعیتا رو بعضی ها به پرستار ترجمه کردن، ولی من احساس میکنم ای از ماده وقایقی به معنای نگه دارنده و حفظ کننده است. اگر به معنای نگه دارنده و حفظ کننده ترجمه کنیم، میشه سبب زن، میشه سبب حفظ حرمت انسان، حفظ آبروی انسان، حفظ کرامت انسان، حفظ مال انسان، ای بسا حفظ جان انسان، حفظ سلامتی انسان، که باز اینا تعبیر کردن به پرستار مهربان، شاید از این جهت بوده که یکی از لوازم این معناست. این اصل منشأ حقوق زن که چرا زن حق داره، چون سبب سکونت شماست. این کارا رو میکنه، این زمینه ها رو فراهم میکنه. چون سبب راحتی تن شماست، چون سبب انس شماست و حفظ شماست. این صفات در حقیقت، جناب آقای حسینی عزیز، در حقیقت این صفات بیانگر ویژگی های یک همسر شایسته از نگاه امام سجاد علیه السلام، یا به صورت کلی از نگاه دینه. در قرآن کریم هم در سوره مبارکه روم، خداوند متعال اونجا وقتی میاد آیات و معجزات خدا را ذکر میکنه، میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خیلی زیباست این آیه. دقیقا همین کلمات امام سجاد علیه السلام که سکن در اینجا یعنی مایه سکونت خاطر هست، در این آیه شریفه آمده. یعنی یک خانواده مؤمن و خانواده قرآنی کسیه، خانواده است که این ویژگی‌ها داشته باشد: یک، زن و شوهر برای یکدیگر مایه آرامش روحی و روانی باشه، نه سبب استراب و تنش در فضای خانه. دو، زن و شوهر نسبت به یکدیگر مودت داشته باشه. مودت یعنی محبت قلبی و ابراز اون محبت به یکدیگر. لذا پیامبر اعظم فرمودند که اگر مردی به همسرش بگوید من دوستت دارم، انی احبک، لن تذهب عن قلبه ابدا، هیچ وقت از دل اون زن بیرون نمیره. خانواده قرآنی خانواده است که نسبت به یکدیگر مودت داره، ابراز میکنه این محبت رو. بعد و جعل بینکم مودت و رحمه، رحمت داره. گاهی لغزش پیش میاد، خطایی پیش میاد، نمیاد دیگه تا نهایت بیاد مثلا اون قضیه رو پیگیری کنه. با رحمت واسعه ای که خدا برای این زن و شوهر در فضای زندگی مشترک لطف میکنه میده، که یک بخشی از رحمت خداست و این رحمت گذشت میکنه میگذره. اینم یک جمله از امام سجاد علیه السلام. بعد امام سجاد علیه السلام میفرماید و کذالک کل واحد منهما،
اصلا تو بخش یک تفکیک بین وظایف و اوصاف هم باید قائل شویم دیگه، درست هست؟ درست. یک سری چیزا وظیفه زن هسته و یک سری چیزا هم خب اوصاف زن محسوب میشه، یک تفاوتی بین اینا هم خب وجود داره دیگه در اصل. وظیفه رو ما هنوز نرسیدیم، ما یعنی بگیم که این ویژگی ها، این صفاتی که صفات یک زن باید باشه یا در... نه اینکه وظیفیش هست که نه باید اینا ضمن رفتار هم بسازه. صفاتی که در وجود انسان هست بالاخره یک بروز و ظهوری دارد. بله که بحنی مثلا بحنی. من صفت حلم دارم، بروز و ظهورش اینه که من علم دوست. دارم عالمانه رفتار میکنم بحنی. مثلا شجاعت دارم، مثال میزنم، شما شجاعت دارید، شجاعانه رفتار میکنید. زنی هم که عرض کنم به این ویژگی رسیده که اون مودت رو نسبت به شوهرش دارد، خب طبیعتاً رفتار محبت آمیزی داره. استاد معذرت میخوام، این گونه در نگاه اولیه به ذهن میرسه که کسی که مثلا ای آرامیشه، ای سبب حرمت و کرامت اینها میشه، دارای ای حقوق هسته. این یک تفکیک بین زنها شد. اگر درست. زنت ای زمینه رو برات فراهم کرد، او حق و حقوق داره، در غیر صورت نداره. درست است؟ مثلا نگاه کنید امام سجاد علیه السلام موارد استثناء رو بحث نمی‌کنه. درست. یعنی به صورت کلی و به صورت عموم دو نفر که کنار یک دیگر قرار میگیره با همین انگیزه ها، همین اهداف و دقیقاً اینا رو دارن. یعنی شما از هر زنی و از هر شوهری بپرسی که شما چرا ازدواج کردید، میگه آقا ما ازدواج کردیم که سر سامان بگیریم، ازدواج کردیم که سکونت خاطر پیدا کنیم، ازدواج کردیم که این مایه راحتی ما باشه. اینا چیزیه که یک واقعیت است، امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. همونطوری که در حقوق پدر و مادر امام سجاد علیه السلام در توضیح حق پدر و مادر اومد، اول مناشی حق رو ذکر کرد. چون جلسات قبل من عرض کردم خدمت عزیزان که ببینید، میگه این پدر اصل توست، مادر مثلا اصل توی، چنین چنان بعد میاد حالا بر اساس این که اینا چنین ویژگی هایی رو در زندگی مشترک با تو دارند، پس یک سلسله امور رو تو باید رعایت کنی. در واقع استاد یک تیر و دو نشان هست، مثل که هم داره ویژگی های یک خانواده مطلوب رو بیان میکنه، هم اوصاف. قطعا میاد میخواد بگه که آقا شما حالا پس در این میدان چی کاری؟ مثلا شمایی که شوهر هستی میخوای چه کاره باشی و چگونه رفتار کنی؟ حضرت میفرماید حالا که اینطوری شد، یک جمله هم داره مثل تو این رساله حقوق من نمیشتم، میفرماید و کزال کل واحد منهما، یعنی اینایی که من نقل کردم که خداوند زن رو برای شما مایه سکونت قرار داده و عرض کنم سبب راحتی روان شما قرار داده و انس و باقیه و حافظ و نگهدارنده شما قرار داده، این اختصاص فقط به زن ندارد. و کزال کل واحد منهما، یعنی از طرف مردم همین جوریه. شما وقتی به شوهر این زن با نگاه علمی نگاه میکنی، همین خصوصیات رو دارد، همین آثار رو دارد که سبب آرامش برای زن خودش، حافظ و نگهدارنده اونه و تا آخر. بعد میفرماید که حالا یجب ان یحمد الله تعالی علی صاحبه. اولین نکته این است که امام سجاد علیه السلام میفرماید حالا که دیدید زن و شوهر چه جایگاهی از نگاه ما داره و چه جایگاهی باید داشته باشند که چنین ویژگی های رو نسبت به یکدیگر داشته باشند، پس باید به خاطر نعمت بزرگ حمد خدا رو به جا بیاره. درست. خیلی زیباست. حالا من از بینندگان عزیز سوال میکنم، حالا تا حالا شده مثلا بشینیم مثلا بگیم خدای شکرت به خاطر این زنی که به ما دادی، خدای شکرت بله به خاطر شوهری که برای ما دادی؟ مخصوصا اگر زن و شوهر بشنوه این رو، یادش نمیره، این همیشه تو دلش هست که من برای این فرد، برای شوهرم اونقدر مهم بودم که دست به دعا بلند کرد و گفت خدای شکرت. امام سجاد علیه السلام به صیغه مضارع میفرماید، باید میگه پیوسته حمد خدا رو به جا بیاورند که این آثار تربیتی خاصی داره. و بعد باید بدانند زن و شوهر، مخصوصا شوهر خطاب به مرده، بداند و یعلم ان ذلک نعمت منه علی، این بزرگترین نعمتی است که خدا در مسیر زندگی سر راه این مرد قرار داده. من یک نکته رو خیلی سریع بگم، نمیدونم چقدر زمان داریم. امام سجاد علیه السلام میفرماید، خب عزیزان دقت کنند که زن نسبت به شوهر نعمته، شوهرم نسبت به زن نعمت است، به این معنا که از نگاه دین ما ازدواج و زن و شوهر شدن بزرگترین نعمت خداست، برخلاف دیدگاه های مکاتب غربی که ازدواج را اول محدودیت یک جوان و یا یک انسان تلقی میکنند. الان شما برین از نوع
افرادی که انس با مکاتب فرهنگی غربی گرفتن، اگر بپرسی که آقا سن چند سال، میگه مثلا 23 سال 25 سال، میگم چرا ازدواج نکردی؟ میگه ازدواج برای چی ازدواج کنم؟ بله برای چی ازدواج کنم؟ وقتی ببینید فرهنگ غرب اینه که غربی ها ازدواج را اول محدودیت خودش میداند، ولی در فرهنگ اسلام داریم که میگفت شب زفاف کم از تخت پادشاهی نیست. تازه این اول قصه است، اول آرامش یک جوانه. درست. یک جوان به آرامش میرسه، لذاست که امام سجاد علیه السلام میگه این نعمته، حواست باشه از نگاه ما نعمت نیست. بسیار عالی، تشکر استاد. یک میان برنامه کوتاه ببینیم بعد ادامه ای که چرا باید این حقوق را زن داشته باشه از خدمتتون استفاده خواهد کرد. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از اینکه نگاه های ناب و گرمتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره همراه ما باشید. یا صاحب الزمان، شود آیا که شبی بر دل من یار شوی؟ یار این خسته غم دیده بیمار شوی؟ سینه غم زده ام بهر تو سوزد همشب، دل من آب شده کی تو پدیدار شوی. با کلافی بنشستم سر بازار رخت، کی تو ای یوسف من بر سر بازار شوی. همچو یعقوب شده دیده ام از درد فراق، کی به پیراهن خود نور شب تار شوی. هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، هر که مشتاق تو شد گوشه چشم تو خری، شود آیا که مرا هم تو خریدار شوی. ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، ز غم غربت تو شام غریبان شده دل، چه شود گر تو مدد کار دل زار شوی. شعله خیمه آتش زده گوید که بیا، زائر بی کفن بی سر و خونبار شوی. اللهم عجل لولیک الفرج. بیننده های عزیز و گرامی، باز هم خوش آمدید. سپاس از اینکه در کنار کانون گرم خانواده برنامه به وقت بیداری رو از تلویزیون جهانی هادی برای دیدن انتخاب کردید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت های دست عزیزایی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن. شما بیننده برنامه به وقت بیداری با موضوع حقوق خانواده از نگاه امام سجاد علیه السلام هستید و مهمان برنامه هم همچنان جناب استاد موسوی هست. استاد سلام مجدد. علیکم السلام. ادامه بسی که چرا باید این حقوق را زن داشته باشه نسبت به شوهرش. بسم الله الرحمن الرحیم. ما هنوز نپرداختیم این حقوق رو تبیین بکنیم، به چرایش هم میرسیم. چرایش رو در حقیقت امام سجاد علیه السلام، موضوع همیه دیگه، شما مقدماتتون شیده برسین به موضوع. چرایی حقوق رو داره امام سجاد علیه السلام بیان میکنه. آقا میگه این همسر شما نعمت برای شما. وقتی یک کسی نعمتی است در زندگی تو، قدرش رو پس بدان، تبدیل به نقمتش نکن. گاهی وقت میشه در فضای زندگی با یک برخورد نامناسبی، انسان همین نعمتی که سبب آسایش و آرامش انسان هست تبدیل به نقمتش میکنه. بله، یک کوه به کاه به هم میرسه. همین میگم، در اینجا میفرماید آقا از این شکر این نعمت رو به جا بیار. شکر نعمت چیه؟ ما میرسیم، چون ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو داریم در حد توان توضیح میدیم، این کلمات حضرت رو توضیح میدیم، بعد میرسیم او حقوق رو هم یکی یکی بیان میکنیم. 6 تا حق امام سجاد بیان کرده و اونا میرسیم در بخش بعدی انشاءالله در جلسه بعد. در اینجا میفرماید که آقا جان این نعمت و این نعمت رو باید شکر گذاشت. شکر نعمت به چیه؟ شکر نعمت به این نیست که ما فقط زبانن بگیم الحمدلله، گرچه که این لازمه که حضرت فرمود بحمد الله، حمد خدا رو به جا بیاور در مورد این نعمت. شکر نعمت اینه که آقا مواظب باش از این نعمت درست حفاظت کن. خدایی نکرده با عدم توجه و غفلت یک وقت اخلاقش فاسد نشه، رفتارش فاسد نشه، حجابش فاسد نشه، هر جایی نرود. درسته این یک انسان است و یک آدمی است که آزاده، ما هم قائلیم به این مبنا، اما خداوند متعال و شریعت
و پدر این خانواده این دختر جوان دست شما به عنوان شوهر قرار داده. من داشتم در مواردی که مشاوره داشتم، طرف میگفت، یعنی اون دختر خانومی که با کسی ازدواج کرده بود نامه می نویش، نامه نوشته بود، نامش الان یادمه، که آقا من یک عمر خودم رو پاک نگه داشتم، هیچ کسی نامحرم با من ارتباطی کلامی حتی نداشته، اما الان شوهرم من رو وادار میکنه بدون چادر در مقابل دوستانش حاضر بشه. خب این کفران نعمته، این برخلاف رعایت حق مسلم همسره که کسی بیاد همسر خودش رو با سلیقه خودش بخواد پیش ببره، سلیقه ای که برخلاف دینه، برخلاف قرآنه. لذا می فرماید که اینو باید تبدیل به نقمتش نکنید، مواظب باشید تبدیل به بلا نشه، تبدیل به عرض کنم اون کسی که پیاپی آزار و اذیتت میده نشود. با چی کاری؟ با این که شکر این نعمت رو به درستی به جا بیاری. بعد از اینجا حضرت میاد شروع میکند توضیح دادن نسبت به حقوق زن نسبت به مرد. عزیزان از اینجا عنایت بیشتری بکنند. میفرماید که و وجب یحسن صحبت نعمت الله. خیلی قشنگه این. حالا که معلوم شد زن نعمت خداست برای ما با همون تبیین و بیانی که آمد، میفرماید واجب است حسن معاشرت داشته باشی با این زن. بله. به عنوان اولین حق از حقوقی که در کلام امام سجاد علیه السلام آمده و وجب ان یحسن صحبت نعمت الله، تعبیری به زنم نمیکنه، تعبیری به همسرم نمیکنه، واجب است که رفتار نیک و پسندیده داشته باشی با این نعمت خدا. تعبیر حضرت نعمت خداست. اساسا تفاوت بین ما انسان‌ها و حیوانات، یکی از تفاوت‌های ما همینه. یک حیوان رو اگر خوراکش جلوش بریزی، به عرض کنم اون چی که برای جسمش مفیده بهش برسی، با هم هم چاق میشه، هم فربه میشه، هم عرض کنم از شما تشکر میکنه، خوش 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 برآورده شده. برخلاف یک انسان که انسان اینجوری نیست که فقط شکمش براش مهم باشه یا لباس و پوشاکش براش مهم باشه، نیاز به توجه داره، آسایش روحی داره، توجه داره. نیاز به توجه داره. اینو عزیزان دقت بفرمایید، یکی از نیازهاست این توجه نداری. ما امام سجاد علیه السلام میفرماید آقا نمیگه برو به زن نان بده، بله برو آب بده، میگه توجه کن به خانومت، مواظب باش این خانم یکی از حقوقش این است که باهاش حسن معاشرت داشته باشه. مصادیقش میگه، مصادیق حسن معاشرت چیه؟ مثل یک انسان با او باید برخورد بکنی، باید رفتار معروف داشته باشی. در قرآن کریم سوره مبارکه نساء داریم آیه 19 هم. اونجا خداوند متعال میفرماید و عاشروهن بالمعروف و فعسى ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا. با این همسرتون یک رفتار معروف داشته باشید. مفسرین در رابطه با رفتار معروف مطالب زیادی گفتن، از جمله در تفسیر شریف المیزان توضیحی که دادن اینه که آقا یک رفتاری که منکر نباشه، ناشناخته نباشه، عرف پسند باشد، شرع پسند باشه، یک رفتاری که در او کرامت انسانی طرف مقابل حفظ شود. می‌فرماید و عاشروهن بالمعروف، با این زنان با همسرتون رفتاری داشته باشید که در اون رفتار کرامت انسانی او حفظ شده باشد، آبروش حفظ شده باشد، عزت و سربلندی حفظ بشه و هر جایی که اون رفتار تو رو مردم بشنود بگه آفرین. نگن که این چه کاری بود که کرد، چرا این کار منکر رو مرتکب شد، بگه آفرین احسن، چقدر زیبا رفتار کرد. بعد بفهمه چه بسا گاهی وقت شما انسانها از چیزی خوشتون نمیاد و یجعل الله فیه خیر کثیر، در حالی که خداوند در او خیر کثیر قرار داده. بعضی از مفسرین تعبیر کردن که مقصود از این خیری کثیر فرزند صالحه. شاید هم قرآن مطلقه، فقط فرزند صالح رو نمیگه، شاید اول مادرم صالحه باشه. نه میگه از همین زنی که الان خیلی خوشت نمیاد، میگه با این رفتار معروف داشته باش، رفتار نیک و پسندیده داشته باش، زیرا که شاید خیلی چیزا شما خوشت نیاد ولی خداوند در او خیری کثیر قرار بده. این خیری کثیر ممکن است فرزند صالح باشه، ممکن است عاقبت به خیری انسان باشه با همین زن. در مورد یکی از علمای قدیم که در حد مجتهد بودن و تدریسی داشتن شاگردانی نقل شده، ایشون اهل کرامات هم بودن، بعد میگه که
یک روز شاگردانش متوجه شده که همسرش خیلی رفتار بدی، یعنی خانومش با آقا رفتار بدی داره. بعد شاگردا گفتن آقا خب چرا یک تذکری نمیدید؟ اگر شما تذکر نمیدید ما خانمای خودمون بفرستیم به ایشون یک تذکر بدن. بعد گفت نه آقا، ما هر چی دارم از معنویات به خاطر اینه که با همین جور رفتارهای خانم عرض کنم که سر کردم و حوصله کردم. گاهی وقت هستش خب گذراندم. آره گذران کردم، خدا به خاطر همین ابوابی رو برای من در بحث معنویات باز کرده، هیچ نیازی به تذکر احدی هم نیست. ببینید ما میگیم که گاهی وقت درست طرف به هر دلیلی یک سری اذیت‌هایی دارد نسبت به همسرش، قرآن به ما میگوید تحمل کن، مگر جایی که دیگه برای آخرت ضرر داره، برای دنیات هم در حدی که قابل تحمل نیست، که اونجا باز دیگه راهکارهای دیگری امثال جدایی و طلاق اینا پیشنهاد شده. گرچه که در اسلام و برای تحکیم بنای خانواده روش های فراوانی وجود داره، ما چون رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو تبیین میکنیم در همین محور داریم عرض میکنیم. بسیار عالی استاد، کمتر از 3 دقیقه وقت داره. امام سجاد علیه السلام میفرماید وقتی شما این حسن معاشرت رو داشته باشین، طبیعتا الانسان و عبید الاحسان، تمام ما انسان ها بنده خوبی هستیم، چرا که خوبی رو همه دوست دارن. بعد اون وقت هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزا و پاداش احسان به غیر از احسانه؟ شما به خوبی رفتار کن، تو منتظر نباش که اون شروع کند خوب شدن رو. آره تو نیکی میکنی در دجله، تو از این بر احسن باید تو رفتار خودت رو به جای برسونی که قرآن بپسندد، امامان معصوم که پیشوایان و پیشگامان هدایت بشر هست بپسندد، از اون طرف هم اونم انسانه، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، برمیگرده با تو احسان میکنه. خب این چی میشه؟ سبب میشود که عشق و محبت و مودت بین اعضای خانواده زیاد بشه. درسته که اینا فقط از ناحیه مرد باید رعایت بشه، چون داریم حقوق زن بر مرد رو ذکر میکنیم، ولی وقتی شما حسن معاشرت داشته باشی با همسری، رفتار نیکو داشته باشی، گفتار پسندیده داشته باشی، خب بعد رفتار او هم عوض میشه. این به نفع خود مردم هست، بلکه به نفع همه اعضای خانواده است. اگر یک خانواده از هم پاشیده‌ای معرض کنم بی فرهنگی که نسبت به یکدیگر زن و مرد رعایت ندارن، اخلاقیات رو رعایت نمی‌کنن، حرمت‌ها رو نگه نمی‌دارن، اینو در نظر بگیرید ببینید تربیت اولاد اونها چگونه است، برخلاف خانواده‌ای که امام سجاد علیه السلام ترسیم می‌کنه که زن شوهر رو نعمتی نسبت به یکدیگر می‌داند، شکر این نعمت رو به بهترین استفاده کردن از این نعمت میدونه، به پاسداشت این نعمت میداند، با رعایت حقوق یکدیگر، میفرماید شما میتوانید به اون قله آرامشی که قرآن برای یک خانواده قرآنی و دینی ترسیم کرده برسید. در اینجا امام سجاد علیه السلام میفرماید که این رعایت ها رو داشته باشید. یه حدیث کوتاه از امام صادق علیه السلام عرض کنیم دیگه ختم کلام. بله حضرت میفرماید که رحم الله عبدا احسن فی ما بینه و بین زوجته، رحمت خدا بر اون مردی که بین خودش و همسرش رو اصلاح کند، نگذارد خدای نکرده حرفهای ناموزون یا عرض کنم خدمتون رفتارهای ناپسند سبب بشه که بین این دو قطب مهم در خانواده فاصله ایجاد بشه. بسیار عالی استاد، خیلی ممنون، تشکر، لطف کردین. انشالله که خیر و سلامتی بدرقه راهتون باشه، انشالله که زنده باشیم و توفیق باشه و ادامه بیان یه حقوق زن بر شوهر از نگاه امام سجاد علیه السلام ان شاء الله برنامه بعدی. تشکر از حضور. سلامت باشید بزرگوار. شکر ایزد بگذار ما به کس بد نکنیم، آن چی گویند روانی است نگوییم روست. بیننده های عزیز گرامی سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه شب وقت بیداری، تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همتون رو بر الله پاک به همتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.